سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه بردی هستم از آکادمی گنج چند روزی بود که کنار هم نبودیم چند روزی بود که با هم صحبت نکرده بودیم امروز با یک ویدیو تو طولانی تر میخوایم که جبران کنیم این قضیه رو ویدیو امروز سه بخش اصلی داره یه بخش در مورد کوکاکولا میخوام صحبت کنم داستان واسه یکی دو هفته پیش احتمالا شنیدین داستان کریستیانو رونالدو و کوکاکولا و میخوام بهش برسم جالبه بحث دیگه ای که قرار بکنیم راجع به بیت کوین قرار صحبت بکنیم یک اندیکیتور جدید روی بیت کوین جدید که نه یک اندیکیتور دیگه روی بیت کوین رو معرفی بکنیم به نام پول اگر درست تلفظ کرده باشم و در انتها هم بریم نگاهی بکنیم به دید ماکرو به دید اقتصاد کلان مثلا در مورد آمریکا نگاهی بکنیم به دلار به طلا و اتفاقاتی که در طی سه ماه دوم 2021 افتاد و ببینیم که اوضاع از چه قراره پس به همین ترتیبی که گفتم شروع می به رسیدن به مباحثمون بریم و کارمون رو آغاز کنیم خب من از چی شروع می کنم از کوکاکولا شروع می خب قطعا داستان کوکاکولا رو شنیدین من یکم بیشتر توضیح بدم ولی واقعا افتاد این بود که روز 14 هم به جون 2021 یک کنفرانس خبری داشت کریستیانو رونالدو و اتفاقی که میفته احتمالاً ویدیوشو زیاد دیدین میاد و در واقع دو تا قوطی که اونجا هستن رو برمی داره میذاره کنار و خبرها پر میشه همطور که واسه خبر که داریم میبینین که سهام کوکاکولا چهار میلیارد دلار ضرر در شرکت چهار میلیارد دلار ضرر داده به خاطر این حرکت کریستیانو رونالدو این یکی از یک مثال خیلی خیلی خوب و یک مثال بسیار جالبیه از حرفی که من بارها و بارها توی این پیج به شما زدم اینکه حواستون باشه حرفها رو دارین از کی گوش میکنین حرفا رو دارین از کی میشنوین از کی قبول میکنین و اون کسی که دارین حرف رو میزنه سودش و نفعش توی چیه در کنار اینکه شما باید نگاه بکنید این کسی که داره حرف رو میزنه چقدر سواد داره در مورد اون موضوعی که داره صحبت میکنه این یه بحث اما همیشه باید اون اینتنشن اون نیت پشت حرفاش رو هم در نظر بگیرید برای مثال من این رو از سایت گلوبال نیوز دارم میخونم آه. یعنی سایت بی چیزی نیستش چی میگن بی پشتوانه ای نیستش اما خیلی خیلی ایرادات بزرگی به این داستان وارده بیایم با هم چند رو بررسی کنیم خب حتما کسایی که توی بازار بورس بیشتر کار کردن میدونن که یک سری از سهام ها دیویدند دارن دیویدند یعنی چی یعنی سود میدن هر سه ماه یک بار هر ماه یک بار بسته به نوع سهمش بعضیشون هر ساله یه سودی به, ازا... به... به ازای هر سهمی که شما داشته باشین به شما میدن و خب طبیعیه که روزهای قبل از اینکه این سود داده بشه قبل از این سود به سهامدارها داده بشه قیمت سهام میره بالا چرا چون تو اون روز موعود هر کی سهام رو داشته باشه ارزش این سوده بهش میرسه و بعدش میاد پایین چون اگر کسی به خاطر سودش گرفته سهام رو بعد نگه داره تا دوره بعدی مثلا تا سه ماه بعد پس این یه اتفاقی که معمولا میفته از غذا اون روز روز سوددهی کوکاکولا بود روز دیویدندهی کوکاکولا بود این یه طرف خب ممکن بگی نه آقا این ممکنه رفت نداشته باشه به هر حال 4 میلیارد دلار خیلیه که بره اب نظر اجاره نکنیم بریم یه نگاه دیگه بندازیم چارت رو آوردم چارت کوکاکولا رو داریم با هم می‌بینیم کی او نماد کی او میتونید توی تریدینگ ویو ببینید و این اون روز معروفه که اگر چارت یک دقیقه هست معمولا تو این سایز چارت نگاه نمی‌کنیم اما میخوام که این, یه بار این کار رو انجام بدیم این ارز کل چارتی که داریم میبینیم یک روز رو داره نشون میده و هر کندل یک دقیقه است خب و چیزی که داریم میبینیم اینه که با یک گپ خیلی بزرگ به سمت پایین باز میشه یعنی از روز قبل از ساعت چهار روز چهار و از روز قبل که بسته میشه تا نه صبح فرداش که باز میشه یه گپ خیلی بزرگ داره و در انتها هم اگر اگر از ما, ماکسیموم نگاه کنیم تا مینیموم حدود یک 7 دهم درصد ریزش داشتیم و در انتها هم یعنی اگه نگاه کنیم از لحظه ای که از بسته شدن دیروز داشت اگه نگاه کنیم تا جایی که اون روز رو میبنده بود یه درصد کاهش داشتیم که کاملا طبیعیه این دی قرمزی که اینجا میبینید مطمئن نیستم چقدر دیده بشه توی تصویر تو این دی قرمز آبی رنگی که اینجا میبینید دیویدند هست 40 سنت دیویدند به ازای هر در واقع سهم داده میشه قیمت سهمم 50 درصد خب تا اینجا همه چی اوکی همه چی سر جاش نکته نو... جا... چیزی که اتفاق رو جالب میکنه اینه که کنفرانس خبری در رونالدو ساعت 9:45 دقیقه صبح به وقت نیویورک آغاز شد و 9:45 دقیقه میشه اینجا خب میشه این نقطه و دقت بکنید اگر واقع بینانه بخوایم ببینیم از لحظه که کنفرانس شروع شد تا وقتی که تمام شد نه تنها قیمت کاهش نداشت بلکه نیم درصد افزایش و نه تنها که کلا 4 میلیارد دلار از دست نداد بلکه 1 میلیارد دلار به دست آورد آیا اصلا مهمه آیا اصلا این یه درصد نیم درصد ها مهمه الان به این سوال هم جواب میدیم پس اینو دیدیم این این بعد باید باشه دوستان کازالیتی الدییت رو با کوریلیشن یا با همراهی با اتفاق افتادن همزمان قاطی نکنیم خیلی از چیزا توی دنیا هستن که همزمان اتفاق میفتن اما هیچ کدومشون دلیل یا معلول چیز دیگه ای نیستن اینا رو خیلی خیلی باید حواستون باشه اینا نه تنها در تریدینگ نه تنها در بازار و غیره بلکه در زندگیشون باید لحاظ بکنید خب بسیار عالی خب پس این از بخش اولمون بخش در مورد صحبت در مورد اخبار کوکاکولا این رو بگذاریم ازش برسیم به بخش دوم برسیم به بحث شیرین بیت کوین خب میخوام راجع چی صحبت کنم میخوام اول از همه یه روزی قرار سراغ نمودارش بریم اون به کنار اما قبل از اون میخوام در مورد پول موسیق صحبت کنم زری به پول صحبت کنم زری به پول چیه اول اینو بگم ببینید توی بیت کوین نه و توی همه بازارها آه کلی آه در واقع تئوری مختلف وجود داره کلی ایده مختلف وجود داره و هیچ کدوم از اینها مطلق نیستن شما با دونستن یه ایندیکاتور با دونستن یک ذریب با دونستن یک چیز هیچ وقت توی هیچ کاری موفق نمیشه شما هیچ مهندسی رو نمیشناسید که یه دونه کتاب خونده باشه شما هیچ دکتری رو نمیشناسید که یک دونه کتاب خونده باشه موفقیت در هر حرفه‌ای به،, به این واسه که داره که چقدر چیزهای مختلف از اون حرفه میدونیم و ما کاری که داریم میکنیم تو این چنل همینه داریم سعی میکنیم که بیایم و ابزارهای مختلف اچ های و برتری های مختلفی رو سعی کنیم به بازارهای مختلف پیدا کنیم الان میخوایم به این در واقع ایندیکیتور نگاه بکنیم پول نگاه بکنیم خیلی زرد غریبی هم نیست جالبه ولی دیدنش بریم ببینیم که چیه اول ببینیم صحبت کنیم که چیه دوم راجع به صحبت کنیم که قبلا حرکاتش چه معنی داشته و ببینیم که این بار چه معنی خواهد داشت خب اول از تعریف شروع میکنیم این نمودار قرمز رنگ پول مولتیپلایر و این نمودار آبی رنگ قیمت بیت کوین هست از سال 2011 تا الان 2010 تا الان چی میگه میگه آقا این ضریب ضریب به پول نسبت تعداد کوین هایی است که در یک روز تولید میشه تقسیم بر مووینگ اوریج 365 روزه همین عدد هر روز تعدادی کوین تولید میشه دیگه که این تعداد کوین میدونیم که به دیفیکالتی شبکه رفت داره به تعداد ماینرها رب داره به تعداد تراکنش ها رب و هزار که خیلی واردش نمیشه درسته که رنجش محدوده چون میدونیم که حدودا بلاک های بیت کوین هر ده دقیقه بار تولید میشن ولی خب به هر یک واریانسی داره یک نوسانی داره و اون رو داره اندازه میگیره خب پس داریم به پول مولتیپلایر نگاه میکنیم خود به دست آوردنش رو بذاریم کنار جالبه که بیایم و به این در واقع نسبت نگاه بکنیم به شکلش مقایسه شکلش به شکل قیمت نگاه بکنیم این سمت چپ پال مولتیپلایر داره نشون میده اینجا یک هستش این بالا ده هستش و اگه دقت بکنیم ما قله های معروفی که توی بیت کوین میشناسیم یکی این دوتا قله سال 2013 هستش و یکی این قله معروف 2017 2018 هست این یه طرف از اون طرف دره ها رو نگاه بکنیم کجا رو میتونیم ببینیم سال 2015 در بزرگ بیت کوین رو داشتیم بعد از اون سال 2019 2018 2019 این, در... این یکی در رو داشتیم و یک در, و یک در دیگه هم اینجا بوده که به خاطرش درست شده به خاطر بحث کووید و زیبایی جالب، حالا جالبی این مالتیپلایر اینه که اولا هیچ رفتی به قیمت نداره این در واقع این نسبت این نسبت کاملا دیتا چیه آنچینه کاملا به اطلاعات روی شبکه مرتبط نه به قیمت مثلا مستقل قیمت به دست میاد ولی هماهنگیش و همراهیش با قیمت بسیار جالبه مثلا در جفت این قله ها یک در واقع حرکت به سمت نزدیکی ده رو داشتیم حد پنج ده رو داشتیم توی فایل مولتیپلایر توی قله سال 2017 هم همینطور و اینها خوب واقعا جالبن و از طرف دیگه دره ها رو وقتی میام نگاه میکنیم یعنی جاهایی رو نگاه میکنیم که به زیر یک رسیده این عدد پوئل میبینیم که یکی دره 2015 رو به چه زیبایی پوشش داده یک دره دیگر رو اینجا چقدر قشنگ پوشش داده و همچنین حتی دره کرونا به این قضیه کمک کرد و الان هم چیزی که این فلش خیلی بزرگی و نفشنگ تارنجی رنگ داره نشون میده الان هم توی همون ناحیه باید دیپ هستیم که دیپ رو بخریم و خب خیلی جالبه خیلی جالبه که یک ایندیکیتور آنچین یک ایندیکیتور که به قیمت رفت نداره داره همچنین حرفی به ما بیایم به خود قیمت نگاه کنیم خب پس حالا حرفامو خارج از قیمت رو بیایم برگردیم به قیمت نگاه بکنیم یه نگاه عقبتر من دوباره میخوام اشاره بکنم به این هدن شولدرز اینجا به این هد خیلی بزرگ هدن شولدرز خیلی بزرگ که هم تو تایم فریم روزانه و من فکر کنم حتی ببخشید فکر کنم حتی توی تایم فریم هفتگی هم دیده بشه بیایم ببینیم که آیا اینطور هست یا نه اینجا تقریبا دیده میشه آیا این هدن شولدرز شکل گرفته آیا آیا باید آماده ریزش اندازه هدن شولدرز باشیم خب چند تا نکته یک الگوها هدن شولدرز و غیره همشون تا وقتی اعتبار وقتی اعتبار دارند که کامل بشن این تا وقتی که این خط شکسته نشه تا وقتی که تست نشه و ادامه پیدا نکنه ادام در واقع تایید نشده و همیشه هم اونجوری که فکر می‌کنی عمل نمی‌کنه مخصوصا مخصوصا در تایم فریم های بالاتر هدن شولدرز میگه که آقا فاصله نوک سر تا گردن رو اگر برداریم کپی کنیم بذاریم پایین باید ببینیم که به کجا میرسه الان اینو نگاه کنیم قیمت به منفی چند هزار دلار میرسه خب خیلی میک سنس خیلی منطقی نیست آقا لگاریتمی بیا نگاه کن شاید بهتر شه خب باشه اولا باید یکی بیاد دوستان ثابت کنه چرا لگاریتم چرا لگاریتم لگاریت مبنای ده چرا لگاریتم مبنای ای نه چرا ال این نگاه نکنه این به هر های حالا بنی اسرائیلی ممکنه بزنی اسمش چه بله ولی خب ایرادایی که میشه گرفت نه از فرقی طبیعتا نمی کن. به هر حال پس این از بحث ادن شولدرز من خیلی علاقه بهش ندارم ولی خب خیلی دوستان نگاه کنن این جوابیه ای من هستش من به چی علاقه دارم من به خط روند ها علاقه دارم به حمایت و مقاومت ها علاقه دارم من وقتی که اینجا برگشتیم و این شکست مع... ناموفق رو داشتیم از این خط روند گفتم آقا فعلا نگاهمون به چیه فعلا نگاهمون به این رنج بین خط قرمز و آبی و فعلا هم, هم همینطوره یکی میاد میگه آقا چرا استوری گذاشتی پس اینجا شکست اتفاق افتاد خب معلومه افتاد مشکلی نداره آیا وقتی میگم شکست اتفاق افتاد یعنی قرار بره تا بی نهایت؟ نه من کرایتریا مشخصه من مشخصه که منتظر چی هستم بارها بارها گفتم بازم تکرار میکنم من تا این خط کریپتو منتظره این خط هستیم فقط این خیلی فاصله داره باهاش کم میشه احتمالا شکست این خط همراه بشه با شکست مقاومت بله آو... آیا ممکنه بیا این وقت نشکنه بیایم پایین شاید این خط رو و شکستش رو نگه داشتیم برای پوزیشن های لورج آقا پوزیشن های غیر لورج چی اون بیشتر به خودتون بستگی داره و بیشتر باید به این فکر کنید که وضعیت خودتون چجوریه من کاری که خودم کردم رو میتونم بگم همتونم می بگم که من هیچی اینجا نفروختم که هیچی زیر سی هزار تا هم موفق شدم بخرم و خیلی خوشحال هستم از این خیرم یکم تا این ها، فریم های پایین تر آیا اطلاعات جدیدی دارم با سمون؟ واقعا نه واقعا اطلاعات جدیدی نیست و باید صبر کنیم شاید آخر هفته اتفاق قرار بشه بیفته همچنین توی دامیننس تو دامیننس هم اتفاق خاصی داره نمیفته کماکان توی اون مثلث افزایشی هستیم آیا آلت کوین هامون رو بفروشیم بیت کوین بکنیم ببینید من برمیگردم دوباره اون بحث خیلی جالب و مهممون یادتون بیاد که چرا یک چیزی رو خریدید اگر یک آلت رو خریدید چون داشته قیمتش میرفته بالا خیلی اشتباه کردیم خیلی وقت پیش بعد میفروختید اما اگر یک رو خریدین چون بهش اعتقاد دارین چون معتقدین که پروژه پروژه خوبیه کاردانو پولکادات ایکس ایگرگ وایزر 1001 آلت کوین وجود داره و با ایده رو دوست دارین و اگر به خود اون پروژه اعتقاد دارین نباید توی یکی دو هفته یا یکی دو ماه نظرتون عوض بشه شما اگر اون خرید رو انجام دادیم باید با نگاه چندین ساله باشه و اگر با نگاه چندین ساله از نه اصلا پرایس اکشن نباید توی خرید فروش شما تاثیر بذاره پس برگردیم به خودتون برگردیم به دلایل دلایل تصمیم گیریتون و اونها رو مرور بکنیم بسیار عالی خب بریم به قسمت آخر ویدیو برسیم یک نمودار خیلی جالب رو میخوام نشون بدم نرخ در واقع آمریکایی هایی که چه هستن از کماکان به وابسته هستن به پولی که از دولت میگیرن ما یه عددی داریم که منتشر میشه اگه شما نکنم هر هفته منتشر میشه شدم هر دو هفته مطمئن نیستم شدم هر ماه فکر کنم ولی هر هفته است اونم به نام جابلس کلیمزه کسانی که برای اولین بار درخواست بیمه بیکاری میدن یا اعلام بیکاری میکنن خب طبیعتا این عدد تو توی مارچ 2020 بعد از رشد عجب بریبی داشت و اما بعد از اون رو به کاهش بود اما این مقاله چیزی که داره روش صحبت میکنه از سایت زیرو هج هم هست چیزی که در روش صحبت میکنه اینه که درسته که این در واقع نرخ کسانی که برای اولین بار دارن درخواست بیمه بیکاری میدن کاهش پیدا کرده اما کماکان اگر یک جمع تفریق سرانگشتی بکنیم یا بین ریپورت ها رو نگاه بکنیم میبینیم که حدود 15 میلیون آمریکایی هستند که تا ج... 12 جون هماکان وابسته هستن به در که داده میشه از طرف دولت از طرف حالا سیستم های دولتی و این عدد عدد کوچیکی نیست این عدد عدد کوچیکی نیست نشانش رو خیلی زیبا میتونید اینجا ببینید این قبل از کووید هستش و بعد از کووید کووید قرمز ها نفت بیمه بیکاری معمولی بود که خب همیشه داده میشد و اون اون افزایش داشته سبز و آبی مرتبط به پندمی بوده و میبینید که هنوز صفر نشده هنوز خیلی فاصله داریم تا روزگاری که قبل از در واقع این داستان کووید داشت حال خوبه که به این موضوع فکر کنیم این هم تو خاصی نیستیم به ایالت های مختلف ربط داره از حرف ما کمی دور هست اما بیایم شاخص دلار رو نگاه کنیم شاخص دلار در طی سه ماهه دوم سال 2021 افزایشی بود نه اون قدری که در سه ماهه اول بود این رشد ها رو دیگه ندیدیم ولی کماکان افزایشی بود کماکان قدرت توش داره دیده میشه توی نمودار هفتگی میتونیم بیایم چند تا کندل آخر رو نگاه بکنیم دیگه چی رو داریم ببینیم دیگه چی رو داریم ببینیم طلا رو داریم با هم ببینیم چه اتفاق افتاد و حالا طلا بعد از اینکه من بخوام تکنیکال مطلق بررسی کنم این خط روندمون رگه یادتون باشه من از وقتی چهارتم رو مشکی کردم رنگ اینها رو عوض نکردم ببین رنگ اینها رو عوض من اینجا وجود داره این خط روند هامون اگر یادتون باشه اگر یادتون باشه ما داشتیم رجوع صحبت میکنیم که آقا تا وقتی این خط روند تا شکسته نشده ما از طلا دور میمونیم چرا چون فکر خوبی نیست و کل این مدت و کل این چند ماه 6 7 ماهی که اینجا بود هم به ما کمک کرد که از بازار دور بمونیم فقط اینجا نزدیک بود یقمون رو بگیره که اونم حالا برخواب ترید خوب و بد داریم استاپلاسمون کمک کرد که به بزرگی نشه اما بعد از شکست این خط روند یک در واقع حرکت خیلی قوی رو دیدیم دوباره خط روند مثبت دیگه کشیدیم اینجا که اون رو هم الان رنگش رو عوض میکنم که بتونیم با هم ببینیم و اینجا یه تریدی گرفتیم ترید خیلی خوبی بود توی دیسکورد هم راجع بهش صحبت کردیم تو گروه دیسکوردمون اگر نیستین حتما حتما بریم به وبسایتمون و گروه دیسکوردمون رو ببینید خیلی خیلی جالبه و بعد از اون البته ما یک شکست رو داشتیم اینجا چه اتفاقی افتاده اینجا همون در واقع داستان قدرت گرفتن دلار هست میتونیم اینجا ببینیمش ولی چیزی که الان دیده میشه اینه که برگشتیم به یک حمایت خیلی قوی برگشتیم 1750 چرا حمایت قوی این خط آبی رنگ رو اگر دنبال کنید ببینید که می 2020 اینجا مقاومت بوده بعدش اینجا مقاومت بوده و الان هم شکل حمایت داره خودش رو نشون میده فاندامنتال ها خیلی به نفع طلا هستند هنوز هنوز ادامه داره این قضیه اما ببینیم که تکنیکال ها که با ما همراه میشن اینجا یک دور تکنیکال ها با ما همراه شدن و اکسترید خیلی, خیلی خیلی خوب رو اینجا گرفتیم اما ببینیم که آیا این حمایت همین کار رو خواهد کرد با ما یا خیر من یه توضیح خیلی کوتاهی هم راجع به این حرکت ها بدم این اتفاقی که اینجا افتاد این جلسه اگر شما نکنم اف ام سی و صحبت های آقای پاول بود که این اتفاق رو منجر شد بیام راجع صحبت کنیم خیلی دوباره شاید کمی دور از بحث باشه اما به هر حال است که هر کسی که تو این بازار کار میکنه بد نیست که یک گوشه چشم بهش داشته باشه ببینید صحبتی که آقای پاول کرد تو جلسه اف ام توی ویدیو دیگه هم صحبت کردیم راجع به شکل تو یوتیوب هستین بالا میتونیم ببینید صحبتی که آقای پاول کرد خیلی صحبت آینده نگرانه بود یعنی چی یعنی گفتن که آقا ما قرار بود سال 2024 بیایم و تخریب اقتصادی رو کم کم آغاز بکنیم الان میایم 2023 آغاز میکنیم دقت کنید. داریم راجع به سه سال و چهار سال دیگه دو سال و سه سال دیگه صحبت میکنیم اما بازار تاثیراتش رو امروز داره میبینه بازار به آینده نگاه میکنه که ممکنه بیایم سهام تسلا رو نگاه کنیم ولی این آرگومنت بعضن به خودم هم وارده که سهام تسلا رو بیایم نگاه کنیم بگه آقا فا... آقای تسلا شرکت تسلا هر روز داره ضرر میده با هر ماشینی که میفروشه حالا الان یه کمی فرق کرده ولی تقریبا با هر ماشینی که میفروخ داشت ضرر میداد و هیچ پولی به اون شکل از ماشین در نیو از ماشین فروختن در برده پس چرا سهامش میره و این محدود به تسلا نیست محدود به 1001 در واقع شرکت دیگه هزار و یک کوین دیگه هزار و یک ایده دیگه هست ببینید پول آیت توی آینده زندگی میکنه پول آینده رو دنبال میکنه داره میکنه خب آقا این تسلا شرکت تسلا اگر ده سال دیگه وجود داشته باشه چه پتانسیلی داره اگر شرکت ایکس ایگرگ وای ده سال دیگه وجود داشته باشه چه پتانسیلی داره توی بحث پاول توی بحث دلار و پاول نگاه به که خب این تغییر توی دو سال دیگه الان چقدر این چیز رو با ارزش یا بی ارزش میکنه پس بازار همیشه آینده رو نگاه اما سختی داستان وقتی که شما سعی میکنید بیایم و معیارهای اقتصادی رو مقایسه بکنید با قیمت قیمت گفتم آینده داره نگاه میکنه اما معیارهای اقتصادی گذشته رو نگاه میکنه اینکه تورم چقدر اینکه چقدر افت اینکه چقدر نرخ بیکاری داریم اینها گذشته در بهترین حالت حال رو دارن نگاه میکنن. اما قیمت داره آینده رو نگاه کنه این پارادوکسیه که هر سرمایه گذار یا هر تریدری باهاش درگیره و زیبایی داستان زیبایی این چالش معامله کردن سرمایه گذاری کردن به همین جاست امیدوارم که شما مثل من لذت ببرین از, این ف... از بازی کردن از کشتی گرفتن با این پارادوکس و من سعیم رو میکنم که از این ویدیوهای بیشتری داشته باشیم باز حملاته قول نمیدم تا یکی دو هفته آینده این وضعیت سخت شروع بودن سر من ادامه داره اما تا جایی که بتونم در کنارتون هستم با ویدیوها با استوری ها اینستاگرام یوتیوب ما رو فراموش نکنید توی دیسکورد هم به زودی میبینم مراقب خودتون باشین ترید خوب و موفقی داشته باشین و خدا نگه